سلام به همگی و خیلی خوش مالی. امروز با همگی میخوایم یک فعل خیلی مهم تو آلمانی بررسی بکنیم که این فعل هم میتونه فعل اصلی باشه هم میتونه فعل کمکی باشه. فعل لسن. لسن میتونه به معنای اجازه دادن باشه، میتونه به معنای ترک کردن یه چیزی باشه، میتونه به معنای جا گذاشتن یه چیزی باشه. و میتونیم در کاربرد خیلی مختلف همونطور که گفتم هم به عنوان فعل اصلی هم به عنوان فعل کمکی ازش استفاده بکنیم تا آخر این ویدیو همراه من باشین که همه رو با همدیگه بررسی بکنیم قبل اینکه بریم سراغ درسمون لطفا حتما یادتون نره که کانال ما رو برای تو یوتیوب سابسکرایب بکنین دان لوس کیدز همونطور که گفتم میخوایم بریم الان با هم دیگه فعل لسن رو بررسی بکنیم اول از همه این که لسن یه فعلیه که هم ما میتونیم به عنوان فالور ازش استفاده بکنیم یعنی با عنوان فعل اصلی هم به عنوان هیلپس ورب یعنی به عنوان فعل کمکی یه چیزی تو مایه های وردن وردن مگه دوتون باشه اینطوری بود هم فعل کمکی میشد هم فعل اصلی میشد حالا میخوایم بریم معنیاشو در حالت فعل اصلی ببینیم یه سری مثال ازش ببینیم و با هم دیگه بررسی بکنیم Ich lasse dieses بوخ تو هاوز Ich lasse dieses Buch تو Hause. من کتاب رو من این کتاب رو یا این کتاب رو تو خونه میذارم یا تو خونه آره جا میذارم اینجا به معنای چیزی رو جا گذاشتن تو zu چیزی رو جا گذاشتن er kann das rauchen nicht lassen. میگه که اون نمیتونه سیگار کشیدن رو رها بکنه. منظور اینه که نمیتونه سیگار کشیدن رو ترک بکنه. اینجا لسن به معنای aufhörenه. این aufhören یعنی ترک کردن چیزی. توقف به انجام چیزی stop doing something aufhören نمیتونه سیگار کشیدن ترک بکنه lass uns bitte in ruhe لاس uns bitte in ruhe لطفا من تنها بذار لطفا منو به حال خودم بذار حالا به آلمانیش کلمه کلمه ایش میشه لطفا منو تو آرامش بذار منظور که منو تنها بذار lass uns bitte in ruhe رها کن بذار اینطوری اینا همه این ستا چی بودن؟ میبینین اینجا کن داشتیم از ما در و لسن به عنوان فعل اصلی بود فال بود ولی اینجا این ستا شدن فول اینجا میخوایم راجع به بودنش صحبت بکنیم یعنی بگیم ایش دی دیوش ماشین غ پقیغن ایش لسا دیوش ماشین غ پقیغن میبینین لسا من میگه محول میکنم به کسی که لباسشویی رو تعمیر بکنه من به کسی محول میکنم یا میذارم که کسی برای من لباسشویی رو تعمیر بکنه اینجا به معنای فعن لسنه فعن لسن یعنی کاری رو به کسی دادن که انجامش بده یا کاری رو به کسی محول کردن ایش لست دیوش ماشین غپغیغن او دا دی موت لست ایر کند اینس کینو دی موت لست ایر کند اینس کینو مادر اجازه میده که بچه هاش به سینما برن مادر اجازه میده که بچه هاش به سینما برن اینجا لسن به معنی تو لسن یعنی اجازه بدیم که فلان چیز انجام بده اجازه انجامش رو بخوایم بدیم اجازه میدن حالا همین دیگه بیشتر هم همین پدر مادر مثلا اجازه میدن که فلان اتفاق بیفته اینا یه سری نمونه هایی بود از کاربردهای مختلفی که لسه میتونه داشته باشه چه به با عنوان فال و یا فعل اصلی چه به عنوان و یا فعل کمکی ولی میبینید باز معنیاش تو هر کدوم متفاوت بود با من همراه باشین میخوایم اول از همه بریم همه این حالت رو دونه بررسی بکنیم چه به عنوان فال و چه ورب و حالا صرفش و گذشتش و اینا رو هم دیگه ببینیم. خب برگشتیم با فعل لسن و صرف فعل لسن ایش لسه دو لست میبینین از اون فعل های ووکال وکسلنه ووکالش در حالت دو و ارزیه داره تغییر میکنه ایش لسه دو لست به خاطر اینکه دوباره تش اس داره پس همون حالت ارزیه باز هم لسته ایش لسه دو لست لست ویه لسن ایر لست و زی زی لسن Ich lasse, du lässt, er, sie, es lässt, گفتیم که لسن میتونه حالت هیلز و فال تا داشته باشه یه مثال ازش دیدیم. اینجا میخوایم در حالت هیلز فرب در حالت که فعل کمکی بررسیش بکنیم. ببینیم که فعل های کمکی چیکار میکنن. الان خود فعل میاد یه فعل اصلی داریم. حالا در حالت لسن فعل لسن خودش میاد، صرف میشه کنیوگیت و با اینفینیتیو در انتهای جمله. فعل لسن در جایگاه دوی جمله ما به عنوان فعل کمکیمون قرار میگیره و اینفینیتیو مونم که میره آخر حالا میخوام راجع به یکی از کاربردهاش صحبت کنیم همون فعل لسنی که راجع به صحبت کردیم یعنی کاری یا چیزی رو کسی محول کردن مثلا میذارم فلانی این کار رو برام انجام بده مثلا ich lasse meine hose bügeln ich lasse meine hose bügeln من میذارم شلوارم اتو بکشن من دارم اوتو کشیدن و به کس دیگه محول میکنم زمانی که یه کاری رو خودم انجام نمیدم بلکه میذارم یه نفر دیگه برای من این کار رو انجام بده میشه لسن ich lasse meine hose bügeln oder er lässt seinen text vom lehrer korrigieren wir پس من میذارم که شلوارم اوتو بکشن اون میذاره که تکستش رو نوشتهش توسط معلم صحیح بشه و ما میذاریم یا ما میریم مثلا ماشینمون رو میدیم بشورن من شلوارم رو میدم اتو بکشن اون تکستش رو میده معلم صحیح بکنه فارسیش اینطوری میشه پس ببینین یه لسن داریم که حالا با توجه به زوبیه که دو جمله هست به همون حالت داره صرف میشه ایچ لسه ای به لسن و انتهای جمله من اون فعلمو دارم در حالت اینفینیتیو و اگر که بخوام اشاره بکنم که دقیقا اون کاری که من دارم میگم توسط چه شخصی داره انجام میشه از فون استفاده میکنم با پرزونی که الان میخوام بگم مثل این مثال Er lässt seinen Text vom Lehrer korrigieren Er lässt اون میده تکستش رو به معلمش و میده نوستش معلمش رو بکنه به اون میذاره معلمش نوستش رو تحصیح بکنه, بکنه. میبینین فوم لیره توسط چه کسی داره این کار رو انجام میشه توسط معلمه این توسطه رو من با فوند و حالا اون پرزونی که داره این کار رو انجام میده میارم این مدلی بود که ما بخوایم اینکه که کاری رو به کسی محول بکنیم همراه من باشین میخوایم راجع به فعل لسن در حالت اجازه دادن و یه سری حالتهای دیگهش بیشتر بخونیم و یاد بگیریم خب الان میخوام راجع تا کاربرد دیگه از لسن با عنوان هیلپس فعل همون فعل کمکیمون صحبت بکنیم. اینجا حالا ما این کاربرد رو داریم که دار 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 دوباره به با معنای الاو بن و سول یعنی اجازه دادن یا مثلا اجازه برای انجام کاری دیگه مثلا الاو نیست یعنی اجازه. الاو بن داد یعنی اجازه بدیم یه کاری انجام بشه. Sie lässt ihn nicht zu Hause حالا اینجا برای نگاه می‌کنید بعد به من بگین وا خب این که نیست این خودش فول فعب. ببینید این از اون هیلز اینجا که فعل انگار محصوف شده زیلست انش تو اون اجازه نمیده که او, او یک خانم اجازه نمیده اون یک آقا تو خونه باشه این باشش حذف شده چون معلومه معنی چیه مثل یه سری تایما یعنی یه سری مثال ها داشتیم با مودل وربن که میگفتیم آقا همیشه نباید این فعل ما اینفینیتی فرم ما باشه بعضی وقتا نباشه هم معنی میده این دقیقا همون طوریه که خودش حذف شده زی لست این نیش تو هازه اون اجازه نمیده که اون بیاد توی خونه یا توی خونه باش دی التن لسن دی کندر نیشت فرعیزن دی التن لسن دی کندر نیشت پدر مادر اجازه نمیدن که بچه ها مسافرت بکنه پدر مادر اجازه نمیدن که بچه ها مسافرت بکنه یا لستن هند نیشت نخت گین حالا این گین نیست لاس دن هوند نیش نخت تراوسن اجازه نده سگ بره بیرون اجازه نده سگ بره بیرون ما فارسی بره رو میگیم ولی تو آلمانی خب لاس دن هوند نیش نخت تراوسن معلومه خب نخت تراوسن گین دیگه پس گینو میتونه حذف بکنه الان تو این دو تا مثال با این که ما یه دونه فعل میبینیم ولی این همچنان اون حالت الا و که از فعل لسن داریم لسن هوند نیش نخت تراوسن گین اجازه نده سگ بره بیرون یا دوباره میبینیم زی لسن نیش تو هاوزه حالا میتونه زاین باشه این حذف شده ولی در همون جایگاهی که حالت دیگه یعنی تو این مثال قرار داشته لسن دوباره اینم قرار گرفته همون حالت هیلز فرب داره با اینکه شاد نشون نده حالا یه چیز دیگه داریم یه گروه دیگه‌ای داریم گروه سوممون که یه چیزی مثلا پیشنهاد دادن مثلا اساس فاشلاگن دیگه یه یعنی توصیه برای یک چیزی کردن چیزی رو پیشنهاد بخوایم بدیم اینجوری میایم از لسن استفاده میکنیم مثلا این چیزی که من اوایل درس میگفتم میگفتم که لسن اونس ان فنگه. بزن بریم شروع کنیم خب حالا این بزن بریم شروع کنیم از اینه که ایش از اتواس لگن من میخوام چیزی توصیه بکنم خب میگم خب الان بریم که درسمون رو شروع بکنیم یا الان بریم که بریم تکالیفمون رو انجام بدیم اینطوری یعنی زمانی که میخوایم چیزی رو توصیه هم بکنیم حالا معمولا به جمع یعنی به خودمون هم داریم میگیم میتونیم از این استفاده بکنیم لست اون سی دی هاوس بریم الان تکالیفمون رو انجام بدیم یا لست اونس ان حالا این لاست میبینین هر دو الان در حالت ایمپراتیو این در حالت امریه بزن بریم درسته که من امر دارم میگم ولی خب دارم چیزی رو پیشنهاد میدم چیزی رو دارم توصیه میکنم راهنمایی دارم میکنم ولی خب میبینین این یعنی بیا بریم داریم به یه نفر میگیم این لسته یعنی داریم به یا میگیم میدونین دیگه این فرم این پراتیو قبلا با هم دیگه خوندیم اگه چیزی نداشته باشه دارم به یه دوی محسوفی میگم اگه یه ت داشته باشه دارم به یه یا محسوفی میگم پس هم LAST اونس انفنگن درسته هم لست اونس انفنگن درسته هر دو اینو درسته یعنی بزن بریم شروع کنیم حالا من دارم پیشنهاد میدم که بریم شروع بکنیم خب این از فرم سومش با ما همراه باشین میخوایم گروه های دیگه ای هم که میتونیم از لسن توش استفاده بکنیم یعنی تو اون کتگوری معنایی باشه رو با هم دیگه ببینیم <متصفيق> خب گروه چهارممون میشه برای این حالت که بخوایم این درخواست یک تقاضا از کسی داشته باشیم یعنی این او فادرونگ یعنی درخواست تقاضا برای یک چیزی داشتن که کلا درخواستی بیان کردن مثلا اینجوری میگیم که خب مثلا لطفا این رو اینجوری انجام بدیم یا لطفا این اینجوری مثلا شما میدونم رها بکنیم یا لطفا الان بریم یا همچین مدلی میشه ولی باز این هم با لسن میاد مثالش رو ببینیم لسن زی دن لسن لطفا مثلا اجازه بدیم که این چمدونه همجوری ایستاده بمونه یا همونجا بمونه لسنس کافش دین. شاید فکر کنیم که لحاظ گروه بندی همون مثل قبلی ها هستا ولی لحاظ معنی که اینجا داره متفاوت میشه یا اس اس شپیت لسنس نخوازه گین اس اس شپیت لسنس خیلی دیره یا دیره. دیره دیگه ما بریم خونه دیگه مثلا اجازه بدین که ما بریم خونه یا اون چمدان رو همونجا رها بکنیم یره اجازه بدین ما بریم خونه اینطوری که در واقع ما داریم درخواست یا میگیم یه تقاضایی رو بیان میکنیم این هم میشه تو گروه معنیش کلا هم رسن از فالبرب که گفتیم چند تا معنی شو یکیشون همون تو مثالای اولی که زدیم یا میشه چیزی رها کردن جای گذاشتن یا میشه کلا کاری رو رها کردن مثلا ich lasse mein Fahrrad zu Hause من, من دوچرخام تو خونه رها کردم دو تو خونه گذاشتم یا das Rauchen kann ich nicht lassen das Rauchen kann ich nicht lassen نمیشه داشتیم بازم من نمیتونم سیگار کشیدن رو رها بکنم نمیتونم افوقه میکنم نمیتونم تمامش کنم لسانس بتونیم او هم که گفتیم خب یعنی من رها کن مثلا در آرامش خودم یعنی من به حال خودم بذار همه اینا دوباره اون یه رها کنه یه بذاره یه همچین معنی داره و اینا در حالتی میشن که الان لسن اینجا به عنوان فعل اصلی همون فالبرگ قرار داره این هم که مثالش رو دیدیم دیگه میدونین که معنیش اینطوری میشه فقط نکته که هست اینه که زمانی که ما میخوایم رسانه ببریم در حالت گذشته خب همونطور که دو تا فرم گذشته خوندیم دو تا فرم برای رسانه هم اعمال میکنیم دیگه اگه بخواد تون باشه یعنی تون بخواد باشه که از فعل لیس استفاده میکنیم میشه لی زی لیس داس بوخ زو هازه اون کتابو تو خونه گذاشت رها کرد جا گذاشت زی لیس داس بوخ زو هازه پس لسن میشه اینجا لیسن یا اگه بخواد پرفکت باشه حالا اینجا تفاوت مشخص میشه در حالتی که من فول ورب داشته باشم یعنی حالتی که اینجا دارم مثالشو میذارم همین اشلاس من فقط تو حاضر من داشت خونه میذارم داشت هم خونه می رها میکنم این بخواد به حالت پرفکت به گذشته برگرده از فعل هبن با گلسن گل به عنوان پارسیسی استفاده میکنیم هبن و گلسن گل چرا گلسن گل به خاطر اینکه لسنمون اینجا فعل اصلیه پس ich habe من فقط تو حوز گلسن من دو شرخم تو خونه رها کردم من تا شررخم تو خونه جا گذاشتم من شررخم تو خونه گذاشتم ich من فقط تو حوز گلسن من تا شررخم تو خونه رها کردم جا گذاشتم میگذاشتم Hab plus گ Hab plus گن این حالتیه که میتونیم ماشف داشته باشیم اینطوریم میشه حالا همراه من باشید میخوایم حالتی که اگر هیلپس باشه لسن چطوری در حالت گذشته پرفکت قرار میگیره رو با هم دیگه ببینیم خب اینجا میخوایم با همدیگه بیایم لسن رو به عنوان فعل کمکی در گذشته این در همون حالت پرفکت در گذشته بررسی بکنیم خطری تومش که خوب کلا یکی میشه نکته اینه که اونجا داشتیم میدیدیم که اگر لسن در حالت اصلی بشه این اصلی باشه ما داریم با der Partizip که میشه gelassen. چرا؟ خب چون فعل اصلی بود دیگه. همون فعل اصلی من میبردم تو حالت Partizip II. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا چون یه غیر لسن یه فعل دیگه هم داریم، پس یه هابن داریم. یه همون سلمون تو حالت infinitive بدون خود لسن، یه gelassena اینا نیست. هابن و im Infinitiv und lassen". Er hat das Licht über die Nacht brennen lassen. Er hat das Licht über die Nacht brennen lassen. اون چراغ رو در طول شب گذاشته که بسوزه منظور که اون چراغ رو در طول شب روشن گذاشته اون چراغ رو در طول شب روشن گذاشته hat brennen lassen wir haben unser zimmer putzen lassen ما اجازه دادیم یا محول کردیم که اتاقمون تمیز بشه ما اجازه دادیم که محول کردیم اجازه نه به اون معنایی که خب معلوم به شما اجازه ای انجام فلان کار میدم و محول کردیم به کس دیگه سپردیم که اتاقمون تمیز بشه وی هابن پوتسن لسن ich habe meine haare von der schneiden lassen من محول کردم که موهام توسط آرایشگر کوتاه بشه توسط هم که دیگه با فون میگیم حالا اینجا فون در من محول کردم که مهم توسط آرایشگر کوتاه بشه دوباره هبن شنیدن لسن بعد ببینید این هبن هم با توجه به زوبیکت میاد در جاهای مختلف صرف میشه ا حتفی هبن ایکهب پس فرقش چی شد اون هبن گلسن بود بلای فال ورب اینجا برای سفیب هابن حالا صرف شده وربم اینفینیتیو اوند لسن اون دستباس

لایک بکنید و با بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارید. خیلی ممنون که تا اینجا کار همراه ما بودین. فیلن Dank für شووند und bis später.